چهار روانی که برای احضار شیطان دست به کارهای وحشتناک میزنن. گلاسیا سلام. امیدوارم چهارشنبه سوری خوبی رو در پیش داشته باشید. امروز می‌خوام با هم فیلم The Sacrifice Game یا بازی قربانی کردن رو ببینیم. یکی از فیلم‌های خوب ترسناک سال 2023 حساب میشه. معنی و مفهوم خاصی هم پشتش نیست. از خیلی فیلم‌های ترسناک دیگه هم الهام گرفته. ولی خب خروجی نهاییش تقریباً خوبه. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. ما شروع فیلم به سال 1971 میریم و سه روز قبل از مراسم کریسمسه. چهار تا آدم روانی به اسمهای میسی، جود، داگ و گرانت وارد یه خونه ای میشن. همین که صابونه میاد دم در، یه رفیق بدون هیچ حرفی چاقو رو بهش فرو میکنن و جونش رو میگیرن. بعدم میرم داخل و همین بلا رو سر همسر این مرد هم میارن. میریم به سکانس بعد. یه روز گذشته و به مدرسه به اسم بلک ویل میریم. بلک ویل مخصوص دخترایی هستش که تقریبا پدر و مادرشون اونا رو رها کردن و اینجا فقط زندگی میکنن. یکی از دخترها به اسم کلارا رفتار عجیبی هم داره و از خواب بیدار میشه، انگاری کابوس زیره. دم پنجره به همکلاسیش یعنی سامانتا زل میزنه که تنهایی داره ورزش میکنه. سامانتا تو مدرسه رفیق خاصی نداره و همه هم اذیتش میکنن. حتی وقتی میره حموم چراغ روش خاموش میکنن تا بترسه و از اونجا میرن. سر کلاس هم با معلمشون یعنی خانم روز آشنا میشیم. داره بهشون تاریخ شهر رو درس میده و میگه که سالها پیش مردم معتقد بودن جادوگرها هم بین ما زندگی میکنن. یه دفعه یه قسمتی از شهر کاملا سوخت و فقط چهار نفر از اونجا زنده بیرون اومدن. مردم دیگه هم معتقد بودن که جادوگرها باعث این آتش سوزی شدن و برای همینم هم به همین جرم اکثرشون رو از بین بردن. یه لحظه هم متوجه دست همکلاسی دیگه سامانتا یعنی کلارا میشیم که به شدت مجروح شده. میریم سر میز ناهار و بچه‌های مدرسه دارن در مورد این صحبت میکنن که این قاتل‌های روانی که به اسم قاتل‌های کریسمس معروفن تا الان 4 تا خانواده رو از بین بردن. به شکلی وحشتناک حمله کردن، جونشون رو گرفتن و قسمت‌هایی از بدنشون هم برای خودشون برداشتن. هر سری هم یه سری سمبل علامت جا میذارن که یکی از دخترها معتقده به خاطر یه مراسم شیطانیه. بعدم اینو میفهمیم که نزدیک تعطیلات کریسمسه و خب اکثر دخترها قراره برن پیش خانواده‌هاشون، اما کلارا قراره اینجا بمونه چون هیچ کسی نخواسته که اونو با خودش ببره. معلم مدرسه خانم روز هم میبینیم که با جیمی یعنی آشپز مدرسه توی رابطه‌ان و خب انگار بچه‌ها هم میدونن و کاری به قضیه ندارن. از اون طرف نزدیکای شب سامانتا داره لوازمش رو جمع میکنه تا بره پیش پدرخوندش و مادرش، اما یه دفعه پدرخوندش تماس میگیره و با یه سری بهونه مسخره بهش میگه نمیتونیم برای این کریسمس بیایم دنبالت. خب سامانتا هم خیلی به هم میریزه چون باید تنهایی اینجا بمونه و هیچ کاری نداره که انجام بده. سامانتا در حال گریه میره سمت دستشویی مدرسه که اونجا با کلارا مواجه میشه. کلارایی که نشسته و به شکلی دردناک و با چاقو داره دست خودش رو دوباره زخمی میکنه، اما سری میاد بیرون و هیچ حرفی نمیزنه. یه روز گذشته و دوباره برمیگردیم پیش همون چهارتا روانی. حالا وارد یه کلیسا شدن و کشیش اونجا رو گرفتنش. با بیرحمی تمام رهبرشون یعنی جود قسمتی از شکم این مرد رو میبره، قسمت که یه علامت هم روش حک شده. بعدم اون مرد گندشون یعنی گرانت گردن این کشیش رو میشکنه و جونش رو میگیره. همین روز دخترای مدرسه هم همه به سمت ایستگاه قطار راه میافتن، در حالی که کلارا، سامانتا و معلمشون خانم روز توی مدرسه موندن. جیمی آشپز مدرسه هم مسئول رسوندن بچه‌ها به ایستگاه قطاره و قرار بعدش برگرده همینجا. یه حلقه هم میبینه که تو جیبش گذاشته و انگاری میخواد از خانم روز خواستگاری کنه. سامانتا و معلمش روز هم کنار هم نشستن و صحبت میکنن و سامانتا میگه که من خیلی ناراحتم چون پدر ناتنیم قرار بود منو فقط برای یه مدت کوتاه بیاره اینجا، اما کم کم دارم باور میکنم که کلا اومد اینجا و ولم بکنه. روز هم میگه نگران نباش، اینطوری مستقل بار میای و زودتر میری سر خونه و زندگیت. وسط صحبتشون هم برای اینکه یکم حال و حوصله سامانتا سر جاش بیاد میگه برو از زیر زمین یه شیشه مشروب دارم بیار اینجا برای اولین بار مست کنیم ببینیم چطوریه. سامانتا هم خب یکم خوشحال میشه و میره زیر زمین. یکم هم اینجا میترسه چون همه دانش آموزا براشون ممنوعه که به اینجا بیان، اما خب به هر حال مشروبه رو پیدا میکنه، یه قلوبم میخوره و یه دفعه کلارا رو کنار خودش میبینه. میفهمیم کلارا مدت هاست که همیشه یواشکی میاد توی همین زیر زمین و به قسمت کتاب های ممنوعه میره تا در مورد چیزهای مختلف بخونه. خب پیش کس هم اینو نمیدوندش. حالا یکم این دو نفر با هم صمیمی شدن و بیشتر رازهای زندگیشون رو میگن. کلارا یه دفعه میپرسه مادر چجوری از دنیا رفتش. سامانتا شوکه میشه چون تا حالا به هیچ کس اینو نگفته بود و همه فکر میکردن که قراره بره کریسمس رو پیش پدر ناتنیش و مادرش بمونه، اما خب کلارا این قضیه رو میدونسته. سامانتا هم تو جواب میگه هیچ، یه تصادف کرد و جونش رو از دست داد. یه سر هم پیش همون چهار تا روانی میریم.
جود و میسی رو صندلی عقبن و خب میفهمیم که با همدیگه یه رابطه هم دارن و همون میبوسن، در حالی که راهندشون داگ با حسرت داره نگاهشون میکنه. همین حواس پرتی هم کافیه تا یه دفعه به یه گوز بزنن و مجبورشن پیاده شن. نمیدونن چیکار کنن و به هر حال گوز رو میزنن کنار و وقتی که میخوان برن تو ماشین یه دفعه یه مامور پلیس سر میرسه. مامور که نمیدونه با کیا طرفه و خیلی عادی برسه چی شده و چه اتفاقی افتاده که یه دفعه نگاهش به پوست بریده شده یکی از قربانی ها میفته. همینطوری که با نگرانی داره نگاهش میکنه یکی از افراد پشت میاد و با چوب ضربه ای به سرش میزنه. مامورم قبل اینکه بیفته اسلحه‌شو شلیک میکنه و خب رانندهشون یعنی داگ از شونه زخمی میشه. جودم با بیرحمی با یه شلیک نهایی کار افسر پلیس رو تموم میکنتش. همین لحظه کلارا انگاری با یه کابوس دیگه از خواب میپره. انگاری همه این چیزها رو داره میبینه و واسه همینم یهو میترسه. تقریبا عصر شد و خانم روز میز شاموشیه تا به بچه‌ها یه کریسمس خیلی خوب هدیه بده. یه دفعه کسی در میزنه و میبینن که همون چهارتا روانی پشت در وایستادن و خب اینا هم نمیدونن با چه کسایی طرفن. روز نمیخواد که اونا رو راه بدهدشون، اما میسی سر میرسه و با یکم شیرین زبونی و اینکه میگه من چند سال پیش تو همین مدرسه درس میخوندم، بالاخره قانعش میکنه که بیان تو و فقط به زخم دوستشون داگ رسیدگی کنن. روزم برای اینکه زودتر از جا برن خودش مسئول رسیدگی به زخم داگ میشه و در همین حال میسی نگاهش به کلارا میفته. میگه چه قیافت آشناه، شاید مامانت یا خواهرت قبلا با من تو همین مدرسه درس خونده. اما خب کلارا هیچ حرفی نمیزنه و فقط بهشون زل زده. حالا زخم داگم درمان شده اما این روانی ها قصد رفتن ندارن. جود با بیادبی میره سمت قضا و میگه که خب من میخوام شاممونم همینجا بخوریم. روز که فهمیده حالا جونشون تو خطره سری قیچی رو سمتشون میگیره و تحتیلشون میکنه که از اینجا برن. بعدم بچه ها میگه که سری از اتاق خارج شن و فرار کنن. سامانتا و کلارا هم میدونن اما خب کلارا قصد نداره از اینجا خارج شه. یه لفه سمت زیرزمین میره و سامانتا هم که فهمیده یکی از این آدم ها دنبالشونه مجبور میشه دنبال کلارا راه بیفته. مجبور میشن تو اتاق پناه بگیرن و داگ از پشت سر میرسه. چاقوی رو گرفته و تهدیدشون میکنه و همین که دنبالشون داره میگرده سامانتا موفق میشه با چوب ضربه‌ای به سرش بزنه. اما خب برای یه آدم گنده این ضربه کافی نیست و حالا داگ سامانتا رو گروگان میگیرتش. کلارا هم چاقو رو برمی‌داره و میاد تا دوستش رو نجات بده، اما داگ تهدید میکنه که بیا جلوتر گردنش رو میشکنم. کلارا هم مجبور میشه که چاقو رو بندازه. حالا داگ با برداشتن اون هر جفتشون رو میبره و پیش بقیه میبنده. خانم روزم موفق شده با همون قیچی که دستش بود چند لحظه بر خودش وقت بخره. خودش به اتاق میرسه و میخواد با تلفن از پلیس کمک بگیره و میفهمه که همین لحظه روانی‌ها سیم تلفن رو قطع کردن. این در حالیه که جیمی آشپز مدرسه هم بالاخره داره از ایستگاه قطار برمیگرده. میرسه و برایش یکم عجیبه که چقدر مدرسه ساکته و همین لحظه روز و پشت پنجره میبینه که داره صداش میکنه. اما قبل اینکه متوجه بشه چی میگه گرانت سر میرسه و با ضربه ای از پشت اونو بیهوش میکنه. حالا جود و میسی هم موفق میشن در اتاق روز رو بشکنن و خب اونم حالا گیر افتاده. هر چهار تا قربانی کنار همدیگه بسته شدن و روانیان با خوشی و خنده دارن شامشون رو شروع میکنن. به دستور جود دور دهن روز رو باز میکنن و در آخر سرش رو به زور فشار میدن تا غذا رو مثل سگ بخوره. حالا کارشون به یه بازی روانی تبدیل شده. از روز میپرسن جیمی رو واقعا دوستش داری یا نه. بعد کلی تهدید جواب میده که آره. دست و پای جیمی رو باز میکنن و بهش میگن که حالا ازش خواستگاری کن. اون حلقه رو تو جیبش دیده بودن. جیمی هم از همین فرصت استفاده میکنه و یه دفعه سمت جود حمله ور میشه. ولی این روانی کلن هیچ رحمی تو کارش نیست و با یه ضربه فوق العاده وحشتناک جلوی بقیه گردن جیمی رو میبره و خب جونش رو میگیره. روز خیلی شوکه شده اما کلارا همینطوری بدون هیچ حرفی فقط داره نگاهشون میکنه. جود برای اینکه کارشو به نهایت برسونه حلقه ای که جیمی داده بودم دست روز میکنه و میگه حالا رسما زنشی. بعدم این ستا رو میبرن و روی زمین جایی میشونن. بازی روانی جودم هنوز تمام نشده و شروع میکنه به باز کردن کادوهایی که روز برای بچه ها خریده. یکیشون یه لباس برای سامانتا و مجبورش میکنن جلوی بقیه این لباس رو عوض کنه. حالا قصد دارن مراسم شیطانیشون رو به اجرا در بیارن. اول تیکه های بریده شده از پوست قربانی های قبلی رو کنار همدیگه میچینن و جود شروع به توضیح برنامهش برای بقیه میکنه. در همین حال میسی هم حرف میزنه و میگه وقتی اینجا درس خوندم یواشکی توی زیرزمین و کتاب های ممنوعه به این بخشی که در مورد احضار شیطان برخورد کردم و خب اون برگه که میخواستم و ازش برداشتم. البته که بعدن مسئولای مدرسه فهمیدن و از اونجا اخراجم کردن. بعدم با جود گرنت و داگ آشنا شدم و وقتی فهمیدم اونا هم مثل من همچین هدفهایی دارن تصمیم گرفتیم این چیز رو عملیش بکنیم.
هدفی که در نهایت باعث میشه ما نامیرا بشیم و هیچ وقت از زمین پاک نشیم. شیطان‌ها و خداها همشون به قربانی کردن آدم‌ها نیاز دارن و خب اگه براشون همین چیزی رو فراهم بکنیم، چیزی که میخوان رو بهمون میدن. آخرین مرحله این احضارم ریختن خون یه آدم بیگناهه. چی بهتر از شما بچه‌ها یا معلم مهربونتون روز. تو این مدت هم روز موفق میشه با حلقه که بهش دادن یواشکی دست خودشو باز کنه. وقتی جود میاد جلو یه رفعی بهش حمله میکنه، ولی خب بازم میدونیم جود چقدر روانی و تو یه چشم هم زدن و با یه ضربه چاقو جون روزو وسط همون دایره شیطانی که کشیدن میگیره. چراغ‌ها و شمعای اتاق همشون سوسو میزنن و یه رفعی همه چیز ساکت میشه. حالا جود و میسی سردرگمن و میگن پس چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ و میسی میگه که شاید هنوز یه مرحله از این قضیه مونده و باید بریم تو زیر زمین و کتاب اصلی رو بخونیم تا مرحله آخرش هم بتونیم انجام بدیم. این دو نفر به زیر زمین میرن و حالا دخترها با داگ و گرن تنها شدن. کلارا شروع به صحبت میکنه و به داگ میگه اگه واقعا اون شیطانو احضار کنی چی ازش میخوای؟ داگ حالا یکم سردرگمه و میگه اصلا فکر کنم همه چیز الکی بوده و ما رو مثل اسکالا ایسکا کرده بودن، ولی اگه واقعا شیطان احضار شه من ازش میسی رو میخوام، خیلی دوستش دارم ولی نمیدونم که چرا همش با جود توی رابطه است و سمت اون میره. حالا هم که اعصابش داغون شده میگه مشروباتون کجاست و خب سامانتا میگه که توی زیر زمینه و بهش آدرس میده. داگ هم میره که برشون داره. تنها کسی که پیش این دوتا دختر مونده گرنته. کلارا بهش میگه که من میدونم تو فقط یه سربازی، برای همینم داری باهاشون کار میکنی و اصلا هدفهایی مثل اونا نداری، اونا ازت سوء استفاده میکنن. کلارا یه رفعی پا میشه، بدون هیچ ترسی میره سمت گرانت و یه وردیو در گوشه سمسمه میکنه. بقیه افراد تو ساختمون هم همشون انگار این وردو میشنون. بعدم لباسشو میده بالا و زخمهای شبیه همون علامت پوستهای بریده شده روی شکمش نشون میده. انگاری گرانت حالا مثل برده اون شده و کلارا بهش میگه برو و سامانتا رو آزاد کن. اونم همین کار رو انجام میده و کلارا به سامانتا میگه برو برامون کمک بیار. با رفتن سامانتا میره سمت ظرفای شیشه‌ای که این روانی ها خون قربانی ها رو توش ریختن. یکیشون رو بر میداره و با اون خون رو صورت گرنت یه علامتی رو میکشه. توی زیر زمینم میسی با خوندن کتاب ها چیزهای خیلی مهم و وحشتناکتری رو کشف میکنه. اولیش این که کاری که انجام دادن و تمام این مراسم های شیطانی برای احضار کردن یه شیطان نبوده، برای آزاد کردن اون از یه زندان بوده. زندانی که میتونه همین مدرسه باشه. حالا یکم بیشتر کنجکاو میشه و یادش میاد که کلارا رو قبلا کجا دیده. موقعی که اینجا درس میخونده هم کلاسیش بوده. شروع به بررسی تمام کتابهای مدرسه میکنن و میبینن که توی تمام گزارش‌های سالانه‌شون عکس کلارا به عنوان یکی از دانش آموزا هست. یعنی این دختر چندین ساله که اینجا درس میخونه و هیچ وقت بزرگ نشده. کلارا همون شیطانیه که تو مدرسه گیر افتاده و با این کارهاشون دارن آزادش میکنن. میسی میفهمه که هنوز یک مرحله از این احضار مونده. مرحله آخرش ریختن خون یک آدم گناهکاره، بعد از ریختن خون همون آدم بیگناه. در همین حال میبینیم که جود از زیر زمین خارج شده. مثل روانیا جلوی آینه است و میگه که شاید من خودم اون شیطانم. من مطمئنم قدرت همونه دارم. با همین اعتماد به نفس و جو زیادش به داگم حمله میکنه و میخواد کتکش بزنه که گرانت سر میرسه. گرانت تسخیر شده جود پرت میکنه و اون ور میره سمتش. میسی هم داره با سرعت از زیر زمین فرار میکنه ولی گرانت اونم میگیره و میارتش پیش بقیه. در همین حال هم سامانتا رو میبینیم که بیرون مدرسه است و بالاخره به یدون تلفن عمومی میرسه و به پلیس جریان رو میگه و اونا مأمور میفرستن. اما قبل رسیدنشون خودش که میفهمه هنوز خیلی وقت مونده تبریو برمیداره تا بیاره دوستش کلارا رو نجات بده. برمیگردیم به مدرسه. حالا دور همون میز شام سه تا روانی بسته شدن. کلارا کنارشون وایستاده و گرانت هم مثل یه سرباز و غلام برده به گوش کنارشه. کلارا شروع به صحبت میکنه و میگه سالها پیش مردم این دهکده خواستن یه کاری انجام بدن. اونا مثل شما دنبال جاودانگی بودن و برای همین تصمیم گرفتن منو احضارم کنن. آخرای مراسمشون تمام شهر داشت میسوخت و یه رفعی پشیمون شدن و برای همینم مراسم رو نصف نیمه گذاشتن و باعث شد که من توی این مدرسه زندانی شم. از اون موقع هم بارها تلاش کردم که بیام بیرون و آخرین تلاشم این بود که اون کتاب در مورد احضار رو توی زیر زمین بذارم، که خب موفقم شدم چون میسی دنبالش بود و همه اونا رو خوند و تصمیم گرفت انجامشون بده. حالا وقت آخرین مرحله این احضاره و باید خون یک گناهکار ریخته بشه، اما باید یکی از خود شماها این کار رو انجام بده و خون یکی دیگر رو بریزه. گرانت دست به کار میشه. اول میره سمت جود و به شکلی وحشتناک گوش اونو میبره. حالا میره سمت داگ و توی چشم هنزرانه با ضربه چاقو تمام انگشتاشو قطع میکنه. انگار این خشم و فوشایی که بقیه میدن باعث بیشتر شدن قدرت کلارا میشه. در آخر گرانت میره سمت جود و با یه ضربه به شکمش جونشو میگیره.
همین کارو با داگ هم انجام میده و نوبت به میسی میرسه. میسی که خیلی ترسیده به گرنت میگه تو رو خدا این کارو نکن. ما میتونیم با هم از اینجا فرار کنیم. بریم یه زندگی جدید شروع کنیم و از همه چیز دور بشیم. گرنت هم خیلی دلش میخواد این کارو انجام بده چون انگار میسی رو دوست داره. ولی به خاطر فشارهای زیادی که کلارا با کنترل ذهنی داره بهش میاره نمیتونه از کارش دست بکشه. برای همین هم گرفته با ضربه چاقو جون خودش رو میگیره تا نخواد به میسی آسیب برسونه. انگار هنوز نقشه کلارا با موفقیت انجام نشده که سامانتا هم میرسه تا دوستش رو نجات بده. میاد کنارش و با دیدن نقاشی هایی که توی دفتر کشیده و زخمای روی بدن کلارا بالاخره میفهمه که تمام این مدت با یه شیطان هم کلاسی بوده. کلارا بهش میگه که میدونم تو هم مثل من آسیب دیدی. من فقط خواستم نجاتت بدم. تو هم مثل من تنهایی و هیچکی دوستت نداره. بیا با هم دیگه این کار به اتمام برسونیم و دنبال زندگیمون بریم. میسی هم در همین حال دستشو باز کرده و داره فرار میکنه و کلارا چند بار سعی میکنه که با کنترل ذهنی اونو مجبور کنه تا یه جوری جون خودشو بگیره. ولی موفق نشده. سامانتا هم عصبانی میشه و سر کلارا داد میزنه و باعث میشه از تمرکزش بیرون بیاد. حالا کلارا عصبانیه و گرفته ای مثل جن زده ها میره رو هوا. سر میسی داد میزنه من 10 ساله که اینجا تنهام. هیچ کسی نتونسته با هم دوست بشه و همچنان همه منو مسخره میکنن. این آدما فقط بهم آسیب رسوندن. به حدی که فقط وقتی این 4 نفر اومدن آرزو میکردم یه جوری بهم آسیب بزنن و برگردم به همون جهنم، چون این زمین واقعا جای مسخره ایه. کل خونه داره میلرزه و کلارا آخرین درخواستشو به سامانتا میگه. لطفاً کمکم کن یه جوری از اینجای لعنتی آزاد شم. فقط یه آدم میتونه کمکم بکنه. که سامانتا تصمیم مهمی رو میگیره. میره دنبال میسی و قبل اینکه از مدرسه خارج شه با ضربه تبر به سرش جون اونو میگیره تا به کلارا کمک کرده باشه. کلارا بالاخره از این مدرسه به بیرون پا میذاره. سکانس آخر فیلم مامورهای پلیس میان که بفهمن چی شده، در حالی که سامانتا و کلارا از دور وایسادن و دارن نگاهش میکنن. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اول فیلم هم گفتم موقع تماشای این نباید دنبال معنا و مفهوم خاصی بگردید. کاملا یه محتوای سرگرمی پشتشه و خب از خیلی فیلم های دیگه هم الهام گرفت. یعنی میتونیم اثر خیلی فیلم ها مثل شاینینگ، سینیستر یا بیبی سیتر رو توش کاملا به وضوح مشاهده کنیم. به هر حال چیزی نیست که بخوام زیاد در موردش صحبت بکنم. فقط یه نکته کوچیکی رو اشاره کنم که فیلم میخواد در مورد اون غم تنهایی یه نفر توی مدرسه یا دور بودن از خانواده‌اش صحبت بکنه. اینکه آدم‌ها توی این شرایط دنبال افرادی میرن که شبیه خودشون باشن و وقتی که اونو پیدا میکنن حاضرن برای کنارش بودن دست به هر کاری بزنن. مثل سامانتایی که دیدیم با اینکه فهمیده بود کلارا خودش شیطانه تصمیم گرفت کمکش بکنه تا فقط کنار اون بمونه. محوریت اصلی فیلم دور همین میچرخه، ولی خب میاد همون سبک ترسناک، سبک احضار شیطان و اینجور چیزها رو هم باهاش ترکیب میکنه و یه خروجی تقریبا استاندارد بهمون میده. البته که بازم خیلی از منتقدا اومدن زدش نوشتن به خاطر اینکه همونطوری که بارها اشاره کردم از خیلی فیلم های دیگه اومده الهام و نکته برداشته. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهاداتونو بنویسید. من توی این چند روز قبل از عید قطعا برنامه میکنم به هم ریخت و ممکنه که نتونم یه روز در میون ویدیو رو آپلود کنم، ولی بعد از سال تحویل مطمئنا بیشتر از قبل ادامه میدمش و کلی هم برنامه خفه برای امسال داریم که با کمک شما همه رو توی کانال پیاده میکنیم. مراقب خودتون باشید. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسی.